می‌رسیم به قسمت تدوین در به طور مثال شما یک تعدادی کلیپ رو از توی هاردتون وارد فانالکات کردید یا اونها رو کپچه کردید و حالا میخواید ادیتش بکنید شما توی فانالکات روی هر کلیپی دابل کلیک بکنید یا انتخابش بکنید و کلید ریترن رو بزنید براتون توی پنجره ویور باز میشه حالا شما ممکنه توی پنجره ویور تمام این تایم کلیپ رو نخواهید و بخواید از یه جایی تا یه جایی رو انتخاب بکنید اگر کار تدوین قبلا انجام داده باشید مخصوصا داخل کامپیوتر حتما با این عنوان که در واقع این و آوت پوینت هست آشنا هستید برای انتخاب نقطه شروع کلیپ شما در فانرکات کات این کلید کوچولویی که اینجا هست رو میتونید بزنید یا از شورتکات آی روی کیبورد استفاده بکنید یا در... یعنی در واقع کلید آی رو روی کیبورد برای شروع و برای پایان کلید او رو بزنید حالا اگر من این کلیپ رو درگ بکنم توی تایم لاین فقط از قسمت این تا آوت هم وارد تایم لاین میشه کلیپ بعد هم همینطور من میتونم بازش بکنم و یک قسمت این پوینت و یک آت پوینت براش انتخاب بکنم این دو تا کلیدی که شما توی قسمت چپ و راست پنجره می میبینید در واقع همون جاگ و شاتل شما هستن برای با سرعت رفتن به عقب با سرعت رفتن به جلو یا با دقت فریم به عقب و جلو رفتن هر چند که این کار رو از روی کیبورد هم میتونید انجام بدید و با زدن دکمه چپ و راست کیبورد میتونید شما به صورت فریمی عقب یا جلو برید دو تا کلیدی که اینجا شما ببینید در واقع رفتن به این پوینت شما یا رفتن به آوت پوینت شماست در واقع این پلی هد شما میپره به ات آوت پوینتتون یا به این پوینتتون کاتش هم روی کیبورد کلید بالا و پایینه بالا شما رو به این پوینت و پایین شما رو به آوت پوینت میاره اگر شما بخواید بین این تا آوت پوینتتون رو هم ببینید و یک بار قبل از اینکه وارد ادیتتون بکنید یه نگاه مجددی بهش بندازید میتونید این کلید رو بزنید و همونطور که شما میبینید یک پاپا باز میشه و اینجا نوشته play این تو out دقیقا به همون معنا که از این پوینت شما تا آوت پوینت شما رو یک بار براتون نمایش میده